دریا دنیای شگرفی دارد. دریانشینان، آنان که سر و کارشان با صید و ماهی و دریا و کرانه است، حال و هوای غریبی دارند. گویی زندگیشان آینه دریاست، گاه آبی و آرام، گاه مواج و طوفانی. اما هرچه هست، باید دل به دریا زد، غرق دریا شد و روزی حلال را از قعر دریا ستاند. اهالی دریا گوش جان به هیاهوی آبها سپرده اند. شتاب سنگین موج بر پیکر عریان صخره‌ها آوای آشنای بندرنشینان است. کودکانی که آرزوی دریا دارند، موج دریا و بانگ پدرانشان را در صدفها و گوش ماهیها شنیدند و دستانشان با نوازش مرجانها آشناست. و زنان دلنگران مردانشان همیشه به دور دست‌ها و آن سوی آبی دریاها چشم دارند. وقتی ما بررسی می‌کنیم در گذشته‌های دور و سفرهای دور درازی داشتن دریانوردان و سفر اونا از سواحل جنوب ایران از جمله خود بندر کم شروع می‌شده به مناطق همچون اشار، بصره و از اونجا تمامی مناطق خلیج فارس رو طی می‌کردن و به مسقط می‌رفتن و از مسقط از تنگه هرمز عبور کرده و می رفتن به سمت کراچی و از اونجا عرض اقیانوس هند رو طی می کردن و به مناطقی همچون ظفار، خلیج عدن و خود بندر مکلا می رسیدن و از اونجا به جبوتی و سومالی، تانزانیا، کینیا و زنگبار می رسیدن و در طول این مسیر که ماها به طول می انجامیده و دوباره همچین این مسیر رو طی می کردن تا برسن به خود سواحل جنوب. اینها در طول مسیر کارها و تمام کارها و مسائلی که داشتن با هم به صورت دست جمعی برگزار میکردن، تمام کارهایی که مربوط به لنجهای بادبانی گذشته یا همون جهازهای بادبانی بوده رو به خاطر رنج و مشقت کمتری رو حس کنن اینها با هم اجرا می‌کرد و چیزی نبود جز ذکر و ستایش خداوند و ائمه و نعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همه این موارد بوده که با همدلی و شور و شوق خاصی این رو برگزار می‌کردن. Come on.
نغمه یامال شعر سفر است، از لنگر به آب انداختن تا باز کردن بادبان، از لنگر کشی تا رفع خستگی به روی عرشه کشتی، و از صید ماهی و مرواری تا بازگشت شادمانه صیادان به خانه و کاشانه. سرآغاز یامال را یامال ماشوه میگویند. یامال ماشوه پیش درآمدی است که سفری پر نهیب را فریاد میزند. برای این سفر دریانوردان در کنار ساحل سوار بر لنج میشوند و پای کوبان و شادی کنان نغمه یامال سر میدهند. موقع رفتن اونها میخوان بفهمونن که واقعا ما داریم به سفر میریم، ماهیگیری میریم، سفر میریم، و اون شور و شوق دارن که برای این کارشون در اول کار با این نوه ها برن حرکت بکنن، گرچه که خسته نباشن، ولی میخوان به همشهریاشون دوستاشون بفهمونن و که ما عازم سفر هستیم. تو همین مرحله اولیش خداحافظی میکنن با مثلا میگن پیامان الله یا سیدی، یعنی به امان خدا شما رها کردیم بچه های عزیز، اهل شهر عزیز، اهل مثلا قصبه و فلان، میریم به مسافرت. پیامان الله یا سیدی، احسن جزاک الله خیر. اونا میگن دیگه جزاکم الله خیر، شما برید برای کار خودتون برسید. حرکت اونها در ابتدا به صورت ماشوه بوده، یعنی در ماشوه سوار میشدن که قایق های کوچکی بوده و از ساحل دور میشدن و میرفتن به سمت اون جهاز و میخونه هولو هایامله، هولو هایامله، هولو هایامله، هولو هایامله، و پارو میزدن و پارو زنان آرام آرام به سمت شناور نزدیک میشدن. نغمه لنگرکشی جهاز آوای دیگر است که تصویر تلاش و کوشش دریانوردان بر روی عرشه را در قالب حرکاتی موزون مجسم می کند. حرکات منظم دست‌ها و پاها برای کشیدن طناب به روی سینه و در نهایت بالا آوردن لنگر. سالم او یا سالم او یا سالم، همینجور که لنگرها رو میکشیدن میآوردن بالا، همراه با اینکه گروه موسیقی در یک طرف، نهیم یا نغمه‌گو در سمت دیگر میایستاد و تمام این اشعار رو میخون، با نهیم به صورت تکخوان میخون و افرادی که در کار و تناب کشیدن مشارکت داشتن جواب می دادن. این مسئله باعث می شد که همراه با جواب دادن نظم خاصی بگیرن و اینکه بار و مشقت کار برایشون کمتر بشه. هلی یالا که می گفتن، بعدش دست می زدن با هم دیگه دوباره دست به کار می شدن، یعنی بیشتر به خاطری که خستگی از بدنشون دور بشه، با هم دیگه صدا باشن، با هم دیگه زورشون یک نواخ باشه، به خاطر این بود. بعد تنوعی هم بود تو دریا، برای که هفت‌هشت ما رو دریا بودن،
بعد موقع تا یه بندری میرسن 4 ماه طول میکشید. هر وقت باد بود اینا حرکت میکنن، اونم به وسیله نالیه، نه به وسیله الان که بی سیم و جی بی اس و اینا هست. نه، یه خودنمایی داشتن خودشون، به وسیله ستاره میشناختن میرفتن. بعد اینکه برای اونها حس نیروی غیر میده، یعنی از درون اونها رو بیشتر متمرکز میکنه و از خداوند نیروی بیشتری مثلا طلب میکنن و همچنین ایجاد میشه که اونها به کار مشغول باشن بر اون یقین و عقیده و باورشون. بعد میفهمونن که الان میخوام چه کار انجام بدیم، مثلا چه کاری انجام بدیم، این آقا برای چیه. بالا کشیدن لنگر و سبک شدن جهاز درنگی می طلبد تا نغمه خان بر عرشه لنج بایستد و کسرها و دولها و شلنجها بر دستان نوازندگان و همسرایان جای گیرند تا این بار نغمه‌ای برای افراشتن بادبان خوانده شود و جهاز سبکبار بر پهنه دریا روان گردد و ناخدا و توکل بر خدا دست به سکان ببرند. مرحله دیگر از اجرای این مراسم برافراشتن بادبان هست یا مراسم بادبان کشیدن هست و این مراسم زمانی که بعد از اینکه لنگرها رو کشیدن، همه جاشوها، همه دریانوردا جمع میشن و به فرمان ناخدا که دستور حرکت رو صادر میکنه همه گروه موسیقی جمع میشن در یک قسمت، تکخان یا نهیم شعر رو میخونه و بقیه با حالتی موزون و حرکات موزون این رو جواب میدن و آرام آرام تنابه رو میکشن و جهاز بادبانی به حرکت خودش ادامه میده و از ساحل آرام آرام دور میشه. ای امام محمد صاحب دین صلی و سلم علیه رسول الله و سلم اول الله و الكریم یا رحمان یا رحیم يا الخاطفين في مال الله يشوه يا بدينا في مربات يا الله بني يا رد بن علي يا بدينا في مربات يا الله بني يا رد بن علي مضمون این شعر اینه که ما همه با هم برابر و برادر هستیم و به منظور مودت و دوستی بیشتر و همدلی بیشتر و اتحاد بیشتر این اشعار رو میخوندن که بیشتر این اشعار همون گونه که گفتیم به منظور ارتباط اینها با سواحل دور از جمله شرق آفریقا بوده. بیشتر اشعار سواحلی بوده که سواحلی زبانی هست عربی آفریقایی که حالت ریتمیک داره
مثلا میگن هلکالنگ ما، هلکالنگ ما، سیمبا یو یو، سیمبا نکول یاما. سیمبا شیره دیگه، به زبان آفریقایی میشه. میگن که مثلا موقعی که علم معنیش در کل اینا اینطوری مثلا برابر کردن که موقعی آب دریا میره پایین، الانگو چیز صدفا از دریا از زیر خاک سر بیرون میآورن بالای، اینطوری که اون شیرها که میومدن بغل دریا میگشتن از اون تغذیه هم میکردن. و گاهن تغییر شکل هم داده، یعنی با مسائل اسلامی و اعتقادی خودشون ترکیب شده و این و اشعار جدید رو به وجود آورده. این اشعار در ذکر و ستایش خداوند و همچنین نعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنین ائمه اطهار بوده. ائمه محمد عابدی صلی الله علیه و رسول الله اول الله الکریم يا رحمان يا رحيم يا الله لا خذ بي في مال الله ان شاء الله شاء الله الله ليبه الله ليبه ان شاء الله ليبه صدر دیباچه یامال ذکر یا الله است. پیشانی یامال ماشوعه با نغمه های نهیم و نهام متبرک می شود. صیادان با ذکر یا الله یا الله نفسی تازه می کنند و الله گویان خستگی را از جان خود دور می کنند. نغمه یامال نغمه خداجویی و یکتاپرستی است. نغمه ای است که حمد و ثنا به درگاه خالق مدام در آن تکرار می شود. نغمه یامال آیین سپاس و بندگی است. شکرانه ای است در کرانه دریاها. ستایشی است جمعی در پهنه آفریده او و نعت بهترین بنده خدا و آخرین فرستاده اش. صید زندگی این اهالی است و صیادی معیشتی است که آموختند و گوهر مطلوبی ازلی است که همگان در پی آنند و گاه در این گذر باید از صدف جان گذشت. دلهای صیادان زلالی دریاست و از ترانه‌هایشان رایحه دریا به مشام می‌رسد. از نغمه آنها در شاهوار جاری است. نهیم نغمه سرایی می‌کند و آواهای مواج را چون مروارید غلطان به پهنه آبی آبها روانوان می‌سازد. لجاشوها و دریانوردان شوری می‌افکند و جانی دوباره در کالبد خستهشان می‌دمد. مگر سیدی به چنگ آرند. موقع انداختن تور به دریا ابیات اشعاری میگفتن، مثلا از خداوند طلب رزق و روزی میکردن که واقعا زحمت کشیدن چند روز اومدن به دریا. یک نفر به عنوانی که نعمی میخونه، نعمی میخون به حساب عرب میگن، ولی خب همون شعاری هست که اینا توی کار مثلا خسته نباشن. بعد این شعارش اینطوری بود، مثلا میگفتن یا الله بده، یا الله شاختافالی، یا الله شاختافال، یعنی اون مایه های بزرگ، یعنی مثل که خودمون در لغت میگیم شاهکار مثلا. خب بعد رزق عند الله، یعنی رزق ما نزد خدا، و این همه نواهایی که میگفتن همه هم با هم یک جا میگفتن شاء الله، یعنی ان شاء الله. اون که نهیم بود یکی میگفت، بقیه میگفتن انشاءالله انشاءالله ایطوری. بیشتر اشعار به منظور هماهنگی بیشتر اونها و اینکه رنج و سختی های کار براشون سبکتر بشه این اشعار رو میخونن. و این اشعار از جمله مثلا اشعاری مثل هولو هایامله، هولو هایامله، هولو هایامله، با یک حرکت هولو این تور رو میکشیدن، هایامله دوباره اون دستشون رو به سمت جلو می‌بردن و دوباره مرحله بعد تور رو می‌کشیدن و همینجور با این حرکت ریتمیک با هم هماهنگ می‌شدن، انرژی بیشتری رو برای اون کار می‌گرفتن و یه شور و شوق بینشون ایجاد می‌شد. ان شاء الله 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 الله مال تمنای مال الهی و حلال است، مالی عجین با مدح و ذکر و خیر و برکت.
نغمه یامال نغمه خودشناسی و حق پرستی است. آیین یامال هر چند به حرکات جاشوها و صیادان نظم و ترتیب می دهد و مانع کسالت و خستگیشان می شود، اما خدا قوت بازوانشان ذکر یا الله است که روح و روان آنها را نیرو می بخشد. آیین یامال روایتگر حس زندگی و سنت دیرپای صیادان دریادلی است که کارآواهای خود را نسل به نسل انتقال دادند. از این رو آداب عروسی ها و صحنه های نمایش جلوگاه امروزی این آیین شده است. نغمه هایی برآمده از گذران زندگی، تلاش معاش و جنگ و گریزی با طبیعت و طوفان و دریا. نما که تو ارزینا میخونن اینا به خاطر که دیگه این کار از صحنه خارج نشه، همیشه باشه تو ذهن مردم که قدیم مردم این کارو کردن، با این زحمت و با این مشقه نون در آوردن. به خاطر که یاد خاطر اون موقعشون که خودشون بودن در اون لنج زنده بکنن، در مراسم عروسی اجرا میکنن. پس از گذشت سالها و تبدیل شدن جهازهای بادبانی گذشته به لنج هایی که حالا مثلا لنج های تبدیل لنج های موتوری شدن و دیگه ضرورتی ایجاد نشد برای اینکه اینها بیان بادبان بکشن، اینکه لنگرها رو به اون صورت بکشن، به این خاطر اینها دست به کار ترکیبی زدن. در مراسمی از جمله شادمانی ها و عروسی های اونجا اومدن این نوع اشعار رو در کنار مراسم رزیف، که خود مراسم رزیف باز یک مراسمی هست که اون یا رزیف یا رقص خیزران که اینها اجرا میکنن، در کنار اون این مراسم دریانوردیشون هم اجرا میکنن، به منظور این که پس از سالها این آیین موسیقایی که میراث پدران از گذشته های دور به یادگار مونده براشون حفظ بشه. در مورد مراسم آیینه رزیف میتونیم بگیم که در گذشته به نوعی رقص شمشیر بوده و امروزه رقص خیزران هست، یعنی با استفاده از اون چوبهای خیزران میان و رقصهای موزون و هماهنگی رو با هم انجام میدن، اون دو گروهی که روبروی هم قرار دارن. این مراسم به منظور همبستگی و اتحاد بیشتر هست و در اصل موسیقی رزم هست و خوندن این اشعار به این دلیل است که اتحاد بیشتری در بین مردم اونجا به وجود بیاد برای حالا دفاع کردن از خود خاک و سرزمینشون. امروز ما شاهدش هستیم در شادمانی ها و عروسی ها این مراسم رو با مراسم های دریانوردی با مراسم های دیگر یک کار ترکیبی رو اجرا میکنن به منظور حفظ این آیین و سنتی که از گذشته های دور به میراث پدران و بزرگان اونها بوده در اون مناطق.
یاد سالان قدیم که گا به گا رمونه با پا پتی دامونه زبا دل بیغمونه با سر نوروز که شبود از شاخ گاون رنگ مونه که جون گلی جام گلی با مغان جنگ مونه که جون گلی جام گلی و پا مغان جنگ مونه که جام مونه هر بخشی از کار یعنی این موسیقی ها به منظور یک کاری به منظور یک فعالیتی انجام میشه موقع لنج ساختن کلام خدا بود قرآن میخوندن و بسم الله میکردن و میگفتن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم و صلوات بر محمد میفرستادن اللهم صل وسلم علیه و بعد کارشون شروع میکردن وقتی که جهازی یا لنجی نوساز یا جهاز اوشاری رو به آب بیندازن برای شروع این مراسم میگن امت محمد صلی وسلم علیه و الله یعنی ما آماده ایم به یاری خداوند با دوار بود لودر ترتیب چیزی نبود با دوار بود دور دوار میچرخیدن دور یا دوار شام دور یا دوار شام یه در سر طول میگه تا یه لنج از خشکی تو دریا میومد قدیم لنجا که آب مینداختن همه دور هم جمع میشدن نواهای میخوندن نواهای قدیمی میخوندن که خیلی قدیمتر از خودشون بود ای الله هلی یا الله هلی یا الله هلی یا الله جمعیت جواب میدن همچنان جواب میدن و ذکر و ستایش خودم و مدد میجوین از پروردگار برای اینکه این لنج اوشاری روزی رسان اونها و خانوادهشون باشه اول الله الكريم يا رحمان يا رحيم يا مخاطفين بالسلام هنگام برگشتن دیگه اینا سوال میکردن اصلا یه لنجی که میامد جلوتر دیگه اونا میرن سوال میکردن که برای فلان لند و مسیر تو نبود میگفتن بله اینا دو روز دیگه یه روز دیگه اینجا هستن نگاه میکردن که لنج میاد از دریا این لنجی که اومد لنجی که نمومد شناسایی میکردن تا که لنج خودشون میومد دیگه با بچه ها میومدن لب ساحل ما با قایق‌های پروی کوچک میومدیم تا اینجا هم نزدیکای کوچه و اینا که بودن همشون میومدن نگاه میکردن که بله اینا از ماهای خودمون اومدن دی به دیدنمون می اومدن زمانی که می اومدن از سفرهای دورادست که تقریبا 7 ماه 8 ماه طول می کشید می اومدن اینجا به خاطر بچه‌هاشون همش لب دریا ایستاده بودن اونا رو تماشا کنن بازم همین برنامه اجرا میکردن با همین برنامه میرفتن خونه هاشون زمانی که وارد به تنگه هرمز میشن شعری میخونن تحت عنوان بندر سلاما وام تی تنگه هوی مره رو زمانی هوی مره رو زمانی وام تیتنگه یعنی حالا وارد بعد از این همه سختی بسیار وارد خونه خودشون شدن وارد تنگه هرمز وارد خونه خودشون شدن و حالا به سلامت رسیدن و به جزایر سلامه رسیدن و به سلامت وارد شدن و این که حالا احساس امنیت میکنن و از اون دریای پرخطر دور شدن و اینها آرام آرام نزدیک میشن به بنادر خودش نغمه الله مال تنها آوای کار نیست نغمه یکتاپرستی است که مقصود و معبود را در واژه واژه آن میتوان به نظاره نشست نغمه یا مال هر چند سیراب دریاست اما هنوز تشنه زمزم اسماعیل است در نغمه یا مال نغمه خان از دل صیاد خسته جان آرزو میکند که کاش در این سفر بتواند مرکب چوبین خود را در ساحل حجاز هدایت کند آنجا لنگر بیندازد و پای بر سرزمین وحی بگذارد و دست بر کعبه بساید
اقامتی نیز در مسجد پیامبر ببندد برای نماز و این نهایت آمال صیادان کرانه‌های جنوب ایران است. کی شود یارب که رو در یثرب و بطحا کنم، گه به مکه منزل و گه در مدینه جا کنم. بر کنار زمزم از دل برکشم یک زمزمه و از دو چشم خونفشان آن چشمه را دریا کنم.